خود سواریش که باید بگم که یک سوار از خدا بگم کتاب یک چیز نوشته کنم که تو صندوقش اسرار داودشتی بخواد ترون بر ما گفت که رهبر ادعای داده که تو صندوقش اسرار داودشتی بله خیانت های که به وطن کرده تو پای تلویزیون برو بگو بله با اون سوال آورد بر ما که این شخصیت های بزرگ چند نفر دیگه هم بود ناماش از یاد گفتن اما همین دو نفرشون یک شما به تلویزیون دیده بودم بله. و یک مقالاش به هم دو سنا یه بزاره که به نام ترکی و امین نوشتم پس آن مالو خود بود بله. آدم اصلی زاده آخر خودش مالو میشد ما به ترون گفتم که خب آل دیگه ما ای تو نیست که ترون سایی مرا باید که تو بشی ما دیگه استاد هستم ترون, ترون سایی بشیشتم من 10 سال امروی داود خان از نای نزدیک بیس رفیق، بیس دوست، بیس خدمتگار هرچی میکن کرد بله و اون وقت به من هدایت داده بود که هر دفعه نبر که پیش امضا کنم بله. فقط به من هر جایی که نشم کنم و اسب الامر فلانی بله و بیش از 1000 اسب الامر شروع شدم بله و بعد از 26 سرطان خودت گفت مگر اگر آن امروز رو شاهد هستی که تمام تصویب های مجلس سوالی اوز رو به امضای من شده بله فلاحظا اگر هر گناهی که داود خان کرده مشکل نمی آشست و هر کار می کرد خب این بی هیا کار کرد که باید نمی کرد گمشگاه می کرد گستاخی کرد به هر صورت برد بله مرا بردن برادر دکو کش کرده یا دست باسته یا پا بوده گفتن ببر مردم پان وزارت داخله بودن و مشته بودم از یادم رفته بسیار وقت شده کمی سروری بود رئیس خواد بود رئیس بله رئیس اقصا هم او خواد نبود اقصا یا کام اقصا بود بله اقصا بله این هم خوده کتا به 6 سرطان امرای ما امرای شما بوده بله او وقت عضوش نبوده عضوش نبوده خب هیچ کدام از این عضوش نبوده و خود حزب هم یه داره نکرده و خودشان هم تا امروز نبوده بله. که ای بود یا کس دیگه بود که رفت یا آمد که آمد مرک دمون جدی بله. از یادم رفته بلا مطلب یک کس بود بله. همون جا که آمد و مرکو چیم چیم میکنی بودم بلا من اینجا بوده یعنی یک ششته بودم و اونجا بعض سامانه ها آورده بود که بخیرم برای سنتاق و چیزا کس نیگه بله. بله. سش اخراج میگه دندای برقی و بله. بازو با نفر بود که روش کنید دست به جان زیر نزید باش رفت و یک ساعت بعد بود یا نیم ساعت بعد مدم تاق اون ششته بودم که آمد و بسیار هم رایم وضع خوب کرد بله امیدی بود بسیار ببخشید درست درست و ما برای اول رفتیم و گفتیم که اگر تو را کسی یک امتراق هم بزنه ما نمیتونه تحمل کنیم کل رفیق خواهد بود نام هم گیرفم چند تا خلقی آده بود بله که کل ما یک جا شدیم و رفتیم برای اول گفتیم گفت که همه که ما دانستیم که تو برید خانه خود بشینی اما رهبر ادایت داده که اگر از خانه برام سرش فیل کنه تو کم خیر باشه باز آمدون در خانه دیگه تقریبا تا وقتی که تلکیسه و یاد داشتن آن روی چیز بدم خانه بود خیده اینجا هم دیگه خلاف گپایی که میدونم که جیبی مجیبی نقش نذاشته داد اما من فهمیدم بله که اینا کمک چرا نکرده بله. چرا اینا به همراه این رحمت جان اعتماد کمک کرده بله فهمیدی؟ بله ورده کشتن دادن بله. رفت و ما خدا عجل نرد و یعنی اجل آدم که نمیرسه نمیرسه بله یک کسی نمیفهم که افغان بود یا کسی بود یا روش نبود همه که برای ما گفته همین روسا بسیار مایل است بله که اگر تو را ببینم بله که سفیر است یا کسی های تشتا که میخواهن که تو هم کاری کنی ما گفتم برادر به لحاظ خدا من مریض هستم من هیچ هم کاری کرده نمیتونم اجل که نمیرسه بله بله ای رفتن اجل گریسته نوی احمد جان اعتمادی رو پیدا کردن نوی احمد جان اعتمادی که تو صدر ازم میشی و هم در ریشی سیار پوشید نمی که برای ما دارو کشتن اگر نی یه زون مره بیکشتن خدا بم دارم دارم اگر نی به یه اخلاصی که من به موسا داشتم من یادم برده که بیدم خوانه من اگر نی بخواهد دست پا برده چون اجلم نرسیده بدا شکر که زنده هستن شما رو داریم دکتر تب حالا من بعد از شش جدی خویی پرابلمایی که در هفته سر شد و رو میذاریم بعد از شش جدی دکتر تا برخورد به کارمند که شما چطور بود حزب چطور بود و شما را در کجا بردن چی کدین همین فقط بگین خانه بودم بلد. که همی قضیه شد و به عسکر روسی بگاه و بگاه آمد
یک هفته یا ده روز بعد بود از یادم رفته که شام آمد دوست خانه آمد و گفت که تو را کارمند صاحب کار دارم ببینم. بله. خب ما هم که در اون روز و اول فلاکتی را دیده بودم ما بین این اپارتمان مجدن روزدن ما اون وقت نابلدم بودم. بله بله. خودی هم کنال گفت زنم بازم من بد نمیباشم بچه ها دارم بد نمیباشم. و این انگلیس ها اختراع کردن. انگلیس ها را کسی گفتن که کشیر فرانی چرا بندی نکنید در خانه نظر بند اون دو پایده داره. بله. گفت یکی که در بندی خانه باشه گفت نام میکشه. بله. دوم اینجا شخصیت دیمه این رو گفت پیش زن و پیش اولاد خود به ایست میشه. واقعا هم که این بگم شخصیت انسانه نیست. خب رفتیم اون پیش کارمرسه و کارمرسه بسیار محبت کرد و لطف کرد و جوانی های خود و جوانی های میاد کرد همینطور گفت که امروز همینطور هست که ها ایرم گفت که اگر چیز با ما هنوزم به جایست که نمیخواه غیر خودشان باشه بله اما حتما باید پایه های حکومت وسیع باشه و شما کوشش کنید که غیر حزبی هم باشه و کشتن باشه بله و خودت هم خوب درف خواب بسیار میشنست از بالا تا پایه اما خیلی بیرم نگو که تو کیجی بیستی نگو پیش رو ساعت دو ساعت شناخته شده استی بله و اونا هم خوش باشه بود بودم کارمرسه ما راستی رو برد بروم که با این رفقایی که شهود بشین دوتان دو بزنم ما معاونش بده باشم بسیار شرم است برای من که من کار کنم بله گفت به خارج اگه بریم تو را به خارج روان میکنم گفت که به یک جای رفت با خودش به هند آمد مبلا اما خارج رفتن یک چیز داره این کسی ما رو به رسمیت نمیشنسه بله فهمیدیم؟ بله اگه سفیر میخواییم بریم به هند روان میکنم باز گفت خب باز ما گفتم من میرم اما اینجا که ما بروم اون سازمان ایز بیست و در اونجا عرض بشه و داد گفت نه این را برای تو قول میدن که تو اونجا که میری بله امی کسی روان نکنه که بد بین داوتخان باشه بله باز گفتم که اولا امی اجازه میدی که مدم خانه باشم و بر باشم من را گفتم رفت خواهی دو ساعت در میزنم داوتخانه بله از دست مالا چیز نمیشه ویز بشید هم ندارم گفت این قولم برات میدم بله تو دو ماه گفت مرا صبر بدی اجازه بدی بعد از دو ماه کسی نمیرم که داوتخان نگرد اول گفتم کاری میکنی گفتم مرا سر است در باره داوتخان گفتم اگر مرا نوکری هم نوکری من میکنم به شرط خود کس دو نزن این ما همین معادله بکرد دکتر سای محترم بعد از شش جدی کدام سند کدام چیز شما داریم که در زمان از ببر کارمک گرفته تا بیروی سیاسیش تا سازمان های از بیوی دفا داوتخان دو زن ما خواهم وقت بودم و بسیار اترام ایره من برای بگم که بسیار چیدم نشو و یک قدر شما احساساتی نشد یک قدر غرق بودم که نمی فهمیدی مست بودیم مست بسیار نمی بله. یعنی نه تنها می گفت که حتی دستات پایین یا دستات بالا بالا بم دن هر کس که می رسید اما خود آقای کارمل خب من نه من هیچ وقت دفع زشت میریتنایی او هم وقتی که آمد برای دیگه انقلاب سور نشان بده بله. گفت که یعنی درشت دادی و زور او را خاطر دیگه گفت بله. گفت بله. اون برش گفت میکن من با ایر تحمل نمی کن تو واضح برش گفت بله. اون برات خود میگن که بعد از دوم من هم نمی کن دوباره نمی کن بله. ما همه ایره بله. که بعد کسی که جیبی گفت هرچی گفت من با احترامی که به داوتخان داشت من یک کاری را کنم کنم دکتر سبدمی کتابتان شما زیاد در مورد کمونیست ها گفتین کمونیست ها یک مقدار فکر نمی کنین که امو دولت خب بخصوص باز از شش جدی با وجودی که قوای سرخ آمده بود زیاد هم یا که یک شعار کمونیستی می دادن تو فکر نمی کنین که می تبلیغات غربان بوده باشه مجاهدین هم نیروهای مخالف هم ایره ما باید بگو که بایی که امی شما بله امی رفیقای شما بله از خدای آسمان گرفته تا پیغمبر زمین کل مخالف شما بودی جاشه بله. این تبلیغات نیست که در زمین آسمان در دیوار میگفت نه تنها تبلیغات به جای بود که هر کسی که در افغانستان مانده خویی حزب دموکراتیک خلق افغانستان ایق جنایت کرد در مرحله اول ایق کشت ایق انسان نابود کرد که واقعا باید حقش نرد من برای کت یک داد پرچمی هایی تسلیم شده بر خلقی کمال تأسف بله. من برای بگم که وقتی که امین و ترکی بود بله مسئله که به اشتراح خوار مادر نبود هر کسی که میامد میکشتن بله اما با وقتی که روس آمد بله مردم یک حرکت خود به خودی در افغانستان آمد که دیگر آقا رو تحریک کردن بله و اینجا بشار کشته شده برادر بله
در جنگ جای شهر جنگ بود دکتر جنگ دو بار بود من برات بگم که به من خواد می خواد کشته شده که در اکشام نشده چرا عمر اکشام کوتاه بود اگر اون مزی بود و 10 سال دیگه لگی بود اما قبیر امانه ده خود کشته شده بود که آدم نمیتونه که این خود خود است خود این مورد دکتر فرمان از اینکه کلش روی سند و یک پا باشه و متاسفانه حال بسیار مشکل هم هست سند پیدا کردن در افغانستان یک بحث جداست حال بیننده هم فکر نکنه که ما تیر خودم میم از این باشه دکتر فرمان محترم شما خود یک مدت طولانی بودین یکی از انتقادات بسیار بسیار شدید مردم مخالفینتان مردم نمیگم ایست که میگه شما در دولت دکتر نجیب که دولت دست نشانده بود و در دولت بابا کارمل با خصوص در دولت نجیب صدر اعظم از دولت بودید اینه میگه شما تشریح کنین انگیزه هایش دلیلش که آیا مخالفین حق با جانب است یا شما ما برای شما پیش از اینکه مخالفین بگویم بله من در نوشته ها خود نوشته کردم بله که قبول کردن صدارت به همراه دکتر نجیب یک انتحار سیاسی است بله و هرگز من نمیتونم خود به این برام بودم بله چرا من در زمان صدارت قبول کردم بله که دکتر نجیب شخصا خودش بله. کوچه به کوچه دروازه به دروازه گشت هیچ کسی حاضر نشد صدارت قبول کنه دکتر یوسف خان روان کردن دکتر صمد احمد روان کردن عبدالله که آره خود دکتر نجیب بله. سه دفعه در خانه دکتر علی احمد پوپال رفت قبول نکرد صدارت بله. ذهنیت طوری بود در وقت بله. که هر کسی که میرفت شامل شد بله. و من همین شایر قبول کردم بله. به خاطر یک هدف بله. دو هدف اول که اگر من بتانم واقعا که یک راه صلح بله. پیدا کنم بله کشور بله. و ای اگر من نمی کردم این گناه بود بله به ذهن خودم آمد که شاید بتانم بله نه حتما بله ستانستم بله قدم دوم بله. شاید هر کس هر تغییر می کنه بکنه بله پیش ما فرمان دکتر نجیب الله بله در تقرر نجیب الله مسیر بله. در سمت شمال بله. و نو ولایت اختیار دادن از افغانستان جدا کردن بله. و با سابقه که می داشتم یک ترجیح افغانستان بود خود سر از ترجیح پس من گفت می دم دکتر سب شما رو دکتر نجیب آورده این پست یا شوروی من یک گفت برای خودت بزنم شما می خواهیم خود بوجی بدی یا مردم هست وقتی که در یک مملکتی بله. که 7000 مشاور باشه بله. فهمیدی؟ بله که از علاقه‌داری گرفته که مشاور داشت و معلم مکتب و سازمان ازدی باشه بله. و 100000 عسکرش هم در اونجا سر دل چشته باشه بله. او میتونه که صدر ازم مقرر کنه بله. اما این رو میفهمم که شوروی ها یک لست بود دکتر نجیب قطعا در طرفدار تقسیم قدرت نبود بله. شوروی ها یک لست برش داد 17 نفر نشته کرده بود که یکم هم بله. از سر دکتر سیب صمد احمد گرفته، عبدالله ملکیار، سید شمسالدین مجذوب و و و کل وزیر دکتر نجیب کسی که در کابل بوده در خانش رفته بله. کسی که در بیرون بوده یا آقای لایق روان کرده یا سید امان الدین امینی که آل زندهور روان کرده یا آقای عاطف و کیوکیل روان کرده تمام رد کرد، هیچ کس قبول نکرد بله. اگر این دکتر نجیب قطعا همراه خوش نبود بله. وقتی که نهار نجیب مرا گفت که این برادر این رفقای شوروی هم تو گمه های داده ده که حکومت باید فیصله شد که کار شوروی بوده و این مساله هم کار شوروی بوده کلش کلگه پا دکتر سه بین از یک دیدگاه دیگه آدمت شما سوال من باید این نکته رو بگم بفرمایید که وقتی که من بله. صدر اعظم شدم بله. وقت دارم که نجیب بله. دو کار بزرگ به اینجا رخ داده بله. یکی در حدود 1,000,000 سکه طلا بله. فهمیدی باربندی شده بود بله. و فرمان دکتر سید نجیب الله بله. این بروشه انتقال داده می شود بله. ما در اثر یک رفیق پرچمی شده به نام کبیر بله. وزیر مالیه بود به ما اطلاع داد بله. از توجه اما آدم ما اما را با تن جلوگیری آورد بله. قدم دوم بله. شما هر رقم فکر می کنید پیش ما تجیه افغانستان بود سمت شمال جنوب بله. به شورای ملی مرفتم امیر آشکار ساختم به شورای ملی رفت بود کرد ما این سمت شمال از بین بود فهمید پس یک حکومت واحد در افغانستان آوردم اینا به جرم همین کاری که ما کردم بله. مردم مرا میبخشد دلش یا به اون گناهی که کردم من برای دکتر نجیب رفتم مرا سنگسار میکنه هر مناسبات ما و دکتر سید نجیب خراب شد بله. یا من استعفا کردم یا اون مرا موقوف کرد سه سال بله. من در خانه خود
دست دکتر نجیب نظروان نظروان دکتر صاحب از یک دیدگاه دیدم که شما میخواییم صحبت کنم صرف نظر از مخالفین که هرچی میگن چی نسخش که دولت اشتراک میکردیم به این دلیل یک قوای روز فرامده بود مشاورین تعدادش کم شده بود خانه های دوستی و عکس های مجسمه های لنین کلش شما بند کردین نگرخ ما بچه شما خود دیدیم بیاده من گفتم که شما کردین نیخوی من بگم برای شما و اگر میتونستیم که به یک سال دوامدار بین این چی نسخش یک گپ دومی که رهبرای مجاهدین فعلا بعد از 20 سال 15 سال سقوط رژیم فقید نجیب الله آله میگن و اعتراف میکنن که بزرگترین اشتباه ما بود که ما با این دولت نپیوندیم و ما آله دست آیسای و سیاهی و بریتیش انتلیجنس هم وقتی که اونا میگن شما خب اجازه بدین بل. که شرایط زمان فرق میکنه بله ما در وقتی امروی دکتر نجیب الله رفتم بله که بچیش هم نمیرفت وقتی که من رو گفت تو صدر ازم هستی برای ما دکتر نجیب گفت که سه وزارت تو نمیتونی با ما تعلق داره وزارت دفاع امنیت ملی وزارت داخله دیگه وزارت خانه رو تو بگی به ظرف چهار روز نفس خود برام که یک نفر وزیر نامد این راستی برد میگم به خانه مردم رفتم نامد نیفهمی وزارت کسی قبول نمیکرد این مجاهدینی که امروز او روز نبود فجایع امروز در افغانستان آمده که دکتر نجیب چی میکنی که مردم پشت خانه فرعون میره بله فهمیدی؟ این برژنف ریستابیشن این برژنف که میگر استالین شما و این شما با موز زمانی که بود بله فهمیدی؟ بله ملل متحد 4.5 میلیارد دلار به صدر دین آقا خان داد بله که به عقدت مهاجرین اما یک شرط مون که گوتو دکتر نجیب باش یک پول نمیری فهمیدی؟ یک نفر حاضر نبود که بیام اونجا اونجا برادر بسیار خوب یک سوال دیگه داشتم شما الان میگین که قهرمان ملی و دل شما خدا نه نه ما نمیگم کسایی که پیغمبر و امام میسازن بله حالا شما که میگین رفیق شما دکتر نجیب فقید میگین و هرچی میگین بگوید من بد نمیگم برادر دکتر فهم کشتر دکتر نمیگم بله چرا ما امروش هم کار بودم بله ما با من درست نیست که ما بدش بودم صدر اعظمش بودین دکتر صدر اعظمش بودم درست نیست که ما بد بگم اما دو روز بله. با وزارت و صدارت کسی نمیمود برادر که مرفتم از این خاطر مردم حق داره که مردم بزنم نه یک ندارم اصلا بر صورت اما به هر صورت ما امی افتخار دارم که با ما دوره بزن خود متجیه افغانستان ما نشون خلاص بسیار خوب خب ما یک نوشته کردیم در رابطه با کتاب دومتان و دو یک مقدار امی مسئله را از دیدگاه خود تشریح کردم امیدوار هستم که هموطنهای ما ارتدارشان خوانده باشه میم سر یک سوال دیگه دکتر سر طرفدارای دکتر سر نجیب الله بازم فقید میگمش فقید نجیب الله حق داری چرا میگم بله یک آدمی که ما باید بگم که آدم در پشت سرش بد گفتن شخصیت انسان خراب بله یعنی اگر دکتر نجیب الله زنده میبود بله. تو بدش میگفتی پیشوش نمیگفتی بله ما خو نمیتونستم برای ارتداد گفتن پیشوش ام بر صورت سرزی اما درسته که آدم مرده را هم فقید بود آلم گپ ما سر عزیز دکتر صاحب که طرفدارش شما را متهم میکنم به حساب از اینکه شما با گلابزوی خلقی ها دسته یکی کردین و میخواستین قدرت مکمل از دکتر نجیب بگیرین و یک کودتا کنین و از این خاطر دکتر نجیب عصبانی شد و شما را برطرف کرد در این مورد یک معلومات بده والا برادر فور رفیق های عزیز در کتاب خودم نوشته کردن بله فهمید؟ بله. کدام گپش رو باور میکنی؟ نوشته میکنه که وقتی که دکتر حسن شرط در ملل متحد رئیس ریس هیئت افغانی بله. در اسامبلی ملل متحد رفت بله. این مصاحبه کرد و اونجا گفت که حزب دموکراتیک خلق باید در انتخابات آینده اشتراک نکنه بله. دکتر نجیب الله قاشو دور در خانه شد گفته بود این گپ دار بله نه شما گفته بودین در ملل متحد که حزب دموکراتیک خلق بله. اشتراک نکنه ما به ملل متحد نه کردویز به افغانستان آمد بله. ما برش گفتم که رای حل اینجا ایتور است او مفصل در کتاب نشته بله. بله. که وقتی که انتخابات در افغانستان میشه رهبرای حزب دموکراتیک خلق بله. و رهبرای مجاهدین ایران و پاکستان بله. و حکومتی که ما هستم این حذف رو اینا خود دیگه مردم خود کنید این نمی بر تشکیل دکتر نجیب الله بعد خود مردم اما شما در مورد رهبرا گفتین در مورد حزب و گرنز 200 هزار نفر رو داشت تا مونای دمایی داشت مجاهدین اونجا نه غیر از این دوباره شما بگون که خوبشتار اما خط است که فرم میکنه یک حزب ولی فرم میکنه مجاهدین ده نفر رهبراش خراب بود و کلش خراب نبود با حزب دموکراتیک خلق ما بگم کلش خراب بود نه ما گفتم که مردم افغانستان بله بله بله. در همین شرایط بله. نه اونا را قبول داره که به دامن روس افتاده نه اینا را قبول داره که دامن پاکستان ایران افتاده بله. کندویز خودش نوشته بله. کرده با کتاب بله.
دکتر صاحب محترم، حرفا بسیار زیاد است. اگر من ساعت‌های ساعت ادامه بدم که شما همونطور که همیشه صحبت کردیم ختم نمیشه که پای ما، و حرفای شما آنقدر جالب و شیرین و آنقدر مستند و تاریخی است که یعنی دل آدم نمیشه که صحبت ختم کنه. ولی گفته شما همون گپ است که بازی شنونده خواهد گفت که برادر چی حالا انداخته نمامه ای را. ای در مورد کتاب شما بود و سوال های زیاد هم بود که بسیار مشکل است که ما یک بحر در کوزه بگنجانیم. از لطف شما یک جان تشکر میکنم. و ای هم یک مصاحبه تپیک متودیک جورنالیستیک نیست، یک صحبت خود ما نیست، نه او استودیو را ما داریم، نه او لایت ها و نه او کامرا و کامرامین ها. حرفای دیگه اگر داریم در امی مقطع لطفا بگوین. در غیر از او به ما یک قول بتین، اگر قول ما ای که امی سلسله صحبت ها را ادامه میتیم در دو بخش دیگه، یک بخش کتاب دوم شماست که او از این کتاب اول شما که از نظر ما بسیار جالب افتاد بر ما، در او رابطه باز یک صحبت یک وقت میکنیم. و دومی که یک روز همتون میشینیم آفی جانانه اوش بگردن ما میشینیم امتیگان خاطر های که تانو بگوین امی دو بادر بر ما بتیم ایلایتان میکنیم در غیر از این امی که تا نیمه شب ادامه داره کار من شما. یک وقت یک کسی خواهش کرد گفتار اولا از تو خواهش میکنم که کتاب نوشته کنیم. بله وقت هایی نوشتنم گفتم کتاب ما نوشته میکنم به شرطی که تو هم یک خود بس و خانه نیشه تو پیدا کنیم. نمی ما خواه اگر میگین صفحه به صفحه خاندیم دارد خود یک نفر دیگه چی میشه؟ به صدها نفر خواهد. امیال شما باور میکنیم که به صدها نفر تقاضا میکنه کتاب های شما. دکتر صاحب گرامی، یک جان تشکر از لطفتان. آفرین به یه اصلمندی، آفرین به یه حافظه که شما دارین. و از نظر شخص من خب بسیار با یک صداقت زنده باشی باید گفتین مره بسیار تعریف نکنم که ما خدای دفع گم نکنم نه بابال که گم نکنین دکتر صاحب، بعد از گم نمیکنین ای که با مسائلی که شما گفتین با بسیارش ما موافق هستم یا نیستم را موضوع بس کنیم بسیار ما هیچ وقت این گاه ما تفاوت میکنم اصلاً ما ایره فکر نمیکنم که هر چیزی که ما میگم باید دیگر واقع اما نکات نظرتان است. اما این نمیت دریچه است دکتر صاحب که مردم تتبع کنه، جستجو بکنه و عقایقه پیدا بکنه. اینمی جز تاریخ است. برای فعلا دکتر صاحب خداحافظ. خداحافظی میکنیم. بسیار زیاد تشکر از لطفتان، از مهربانیتان.